توی درس قبلی یاد گرفتیم که دیتا هامون رو چطوری از دیتابیس هامون استخراج کنیم و برای استخراج دیتا هامون اومدیم از ابزار نیتیو کوئری استفاده کردیم. اینجا لازم بود که شما سینتکس SQL رو بلد باشین و دست به کد بشین. ولی بهتون گفتیم که نگران نباشین. متابیس یه ابزار دیگه ای هم در اختیار شما قرار میده که تو این ابزار شما نیاز نیست که دست به کد بشین و SQL بلد باشین. اینجا بدون اینکه دانش SQL داشته باشین میتونید دیتا هاتون رو از دیتابیس هاتون استخراج کنید. ابزار کوئسشن یا کوئری بیلدر، ابزاری که بدون اینکه شما دست به کد بشین و بخواید کوئری بزنید، توی این قسمت قرار داره. وقتی روش کلیک کنید وارد محیط کوئری بیلدر میشین و میتونید شروع کنید کوئری هاتون رو بدون اینکه کد بزنید انجام بدید. توی محیط کوئری بیلدر برای ساختن کوئریاتون میایین روی رو دیتا کلیک میکنین، وارد بخش دیتابیس ها میشین، اینجا مشخص میکنین که از کدوم دیتابیس میخواین دیتا استخراج کنین. من سمپل دیتابیس رو انتخاب میکنم و حالا از این دیتابیس از کدوم جدولش میخواین دیتا استخراج کنین. من جدول پروداکت میخوام دیتا استخراج کنم بفرض. خب اینجا جدول پروداکت قرار میگیره. من این قسمت ها رو میبندم که ساختار کوئری بیلدر رو دقیقاً اینجا ببینید. ببینید شما اگر بخواید با کوئری بیلدر کوئری بزنید، توی این قسمت سامرایز و قسمت کاستوم کالیوم شما بخش سلکت کوئریتون رو انجام میدین، در واقع خروجی هایی که میخواید توی کوئریتون باشه اینجا این کار رو انجام میدین. این قسمت فیلتر، شروطی که میخواین توی دیتا هاتون قرار بدین و بر اساس اون شروط دیتا هاتون استخراج کنین، توی قسمت فیلتر این کار رو انجام میدین. اینجا با استفاده از این اگر بخواین دو تا جدول رو با هم دیگه جوین کنین از این قسمت استفاده میکنید و همینطور این قسمت سورته. اگر بخواین نتایجتون رو بر اساس یکی از ستون ها سورت کنید میتونید از این آیکون استفاده کنید و اینجا هم رول لیمیت. اگر بخواید نتایجتون رو محدود کنید و حالا یک مقدار خاصی از نتایجتون رو فقط نمایش بدین از رول لیمیت استفاده میکنید. این ماژول هم با استفاده از این هم میتونید ویژوال کنید دیتا هاتون رو. خب تقریبا همه قسمت های کوئری بیلدر رو یاد گرفتیم. من فقط این قسمت رو با نیتیو کوئری و سینتکس SQL مقایسهش میکنم و ببینم که چطوری رو هم دیگه مپ میشن. برای مقایسه من اینجا یه دونه سینتکس SQL آماده کردم و یه کوئری کامل اینجا دارم و مقایسهش میکنم بخشای مختلفش رو با ماجول هایی که توی کوئری بیلدر وجود داره. برای ساخت یه کوئری با استفاده از کد یا دستورات SQL ما اول میایم بخش سلکتمون رو مشخص میکنیم. توی بخش سلکتمون چی کار میکنیم؟ ستون هایی که قراره تو خروجی نهاییمون بیاد رو مشخص میکنیم. مثلا من الان اینجا دو تا خروجی دارم، یکی خروجی ستون کاتگوری، یکی هم ستون تعداد محصولات هر کاتگوری. همینو اگر بخوام توی کوئری بیلدر انجامش بدم برای مواردی که توی سلکت میخوام بیارم و تو خروجی نهایی کوئریم باشه از سامرایز و کاستوم کالیوم استفاده میکنم. قسمت بعدی اینه که مشخص میکنم از چه جدولی میخوام دیتا رو استخراج کنم و توی با استفاده از دستور فرام این کار رو میکنم. توی کوئری بیلدر برای انجام این کار من میام توی بخش دیتا مشخص میکنم از چه دیتابیسی و از چه جدولی میخوام دیتا استخراج کنم که اینجا جدول پروداکته. بعد از اینکه مشخص کردیم خروجیامونو و اینکه از چه جدولیه، توی بخش بعدی باید شروطی که میخوام روی دیتام بذارم. مثلا من یه سری دیتاهای خاصی رو میخوام استخراج کنم و بهشون نیاز دارم، میام تو قسمت where توی SQL شروط رو به این صورت مینویسم با این دستورات. همین شروط رو اگر بخوام توی کوئری بیلدر بنویسم با استفاده از ماجول فیلتر این کار رو میکنم. قسمت بعدی هم اگر کوئریمون نیاز به گروپ بای داشته باشه و من از تابه تو سلکت استفاده کرده باشم، خب گروپ بای میذارم. گروپ بای هم توی این قسمت قرار داره، ازش استفاده میکنم. قسمت بعدی اگر بخوام نتایج کوئریمو بر اساس یکی از ستون هام سورت کنم، میام از دستور اوردر بای توی SQL استفاده میکنم و همین دستور اوردر بای اینجا تبدیل شده به آیکون سورت توی کوئری بیلدر و میتونم به صورت صعودی یا نزولی خروجی نهاییم رو سورت کنم. رو لیمیت هم حالا اینجا با دستور لیمیت من میتونم نتایج کوئریمو محدود کنم به اون تعدادی که خودم
این توضیحات ها برای افرادی که خب سینتکس SQL بلدن و میخوان با استفاده از کوئری بیلدرم کوئری بزنن دارم توضیح میدم. جلوتر برای افرادی که این سینتکس رو بلد نیستن باز ریزتر و جزئی تر توضیح میدم. اگر ما همین کوئری رو بخوایم با استفاده از کوئری بیلدر پیاده کنیم، میایم به این صورت عمل میکنیم. اول خب مشخص کردیم که از دیتابیس سمپل دیتابیس و جدول پروداکت میخوایم دیتا استخراج کنیم. از این قسمت این کار رو انجام دادیم. میایم اول فیلترهایی که روی کوئری میخوایم بذاریم و مشخص میکنیم، یعنی این بخش رو. من میگم ستون پرایس هم میخوام بزرگتر از عدد 10 باشه. فیلتر رو اضافه میکنم. باز روی آیکون به علاوه بزنم میتونم دوباره یه فیلتر دیگه ایجاد کنم. میگم ستون ریتینگم میخوام بزرگتر از 3 باشه. اینجا فیلترها ما اضافه کردم. حالا میام قسمت سلکتم رو مشخص میکنم. میگم میخوام کانت کنه تمام ردیف های جدولم، یعنی همون آیدی های تیبلم رو که تعداد پروداکت ها میشه، و گروپ بای کنم روی ستون کتگوری. خب کاتگوری من توی سلکت میاره. حالا قسمت سورتش میمونه. من میخوام سورت کنه بر اساس تابع تعداد کانتم، که اینجا من کانت آیدی اسمشو گذاشتم و گفتم اوردر کن. اینجا هم بر اساس کانت میخوام اوردر کن. حالا میخوای صعودی باشه نزولی باشه اینجا مشخصش میکنین. فکر میکنم دیگه کوئریم کامل تموم شد و قسمت ویژوال رو که بزنم خروجی کوئری ما برای من میاره، ویژوالش میکنه. اینجا هم میتونید دیتا هاشو ببینید که از این کاتگوری انقدر محصول داریم، از این کاتگوری انقدر. ویژوالش هم به این صورته. من اگه برگردم روی خود ماژول کوئری، این قسمت رو، این آیکون رو میبینید. اگر روی این آیکون بزنم، همه این کارهایی که اینجا انجام دادیم رو تبدیل میکنه به سینتکس SQL، ترجمهش میکنه به سینتکس SQL. این دکمه رو بذارم خودش تبدیل میکنه به یه نیتیو کوئری که میبینید دقیقا مثل همین هستش. اینجا تو سلکت کاتگوری داره، اینجا تابع کانتمونه، اینجا از جدول پروداکت داریم میگیریم، اینجا شرطی که روی پرایس گذاشتیم، اینجا شرطی که روی ریتینگ گذاشتیم، اینجا بخش گروپ بایم و اینجا هم اوردر بای کرده بر اساس کانت. البته احتمالاً اشتباه شده، یه اوردر بای دیگه هم اتفاق افتاده. به این صورت خروجی رو هم به شما میده، میتونید سیوش کنید. به همین راحت.